اصرار بر دشمنی با تصویب طرح‌های ضد ایرانی. سنای امریکا به فاصله 3 روز از تصویب تحریم‌های ضد ایرانی در مجلس نمایندگان امریکا این طرح رو با اکثریت آرا تصویب کرد تا برای امضای نهایی روی میز ترامپ قرار بگیره. این نقشه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سناست که میگوید مهم است کاری کنیم که توپ در زمین ایران بیفتد. برای پاره کردن این توافقنامه هسته‌ای بسیار مهم است که حمایت همپیمانانمان را داشته باشیم. و اگر میخواهیم توافق را به هم بزنیم باید تقصیر ایران باشد نه آمریکا. اما چطور چنین کنند وقتی به قول کاکس استاد دانشگاه نیویورک این توافق اتمی با ایران حالا به موضوع پرچالشی در آمریکا تبدیل شده. دولت تلاش میکند ثابت کند که توافق خطرناکی برای آمریکا بوده، اما فعلا همراهی اروپا را ندارد و برخی از مشاوران ترامپ نگران برخورد ایران بعد از خروج آمریکا از توافق هم هستند. پاسخ را باید در خبری که از کاخ سفید و رسانه‌های نزدیک به ترامپ مثل فاکس نیوز منتشر شده یافت. آنجا که فاکس به صراحت اعلام کرده دولت امریکا بازرسی از پایگاه‌های نظامی مشکوک ایران را خواهان است. نگرانی اروپا و سازمان ملل در حالی که ترامپ تیلرسون وزیر خارجه‌اش را هم به خاطر اصرار بر رویکرد محاسبه شده‌تر و فعلاً تمدید توافق هسته‌ای به مرخصی فرستاده. باید منتظر بود و دید تا کمتر از 3 ماه دیگر وقتی اعلام نتیجه بازنگری برجام است امریکا چند بهانه دیگر پیدا می کند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمون این تحریم ها رو که بیشتر بخش های دفاعی کشور رو هدف گرفته نشونه بارز دیگه از دشمنی امریکا با ایران دونسته و گفته ترامپ هم همون سیاست های گذشتگانش رو از زمان پیروزی انقلاب ایران دنبال می کنه. چین ضمن اعلام مخالفت با تصویب به این تحریم ها در سنا تاکید کرده پکن قاطعانه با هر تدبیری که به منافع چین آسیب برسونه مخالفه.